برنامه های نام ها و یادها و این بار به تعدادی که در این لحظه قابل حدس نیست در حضور خانم عاطفه گرگین. شما شاید این جمله رو هرگز در این برنامه دست کم از من بابت خوشحالیم برای انجام گفتگو در مورد کسی نشنیدید که این بار اول خواهد بود در مورد خانم گرگین، به دلیل مسائل و موضوعات بسیار که در طول این برنامه ها به یکایک اون خواهیم پرداخت. خانم گرگین، پیش از هر چیز واقعا ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید برای اینکه به نام ها و یاد های زندگی شما رجوع بکنیم، ولی من اصرار دارم ابتدا به خود شما رجوع بکنیم. خانم گرگین، نویسنده، روزنامه‌نگار، شاعر، از سالهای سال که فکر میکنم از همینجا میتونیم گفتگومون رو آغاز کنیم. شما چگونه به کار روزنامه‌نگاری، شاعری و رسانه رسیدید؟ خیلی متشکرم از شما. با سلام به بینندگان گرامیتون. من خیلی جوان بودم که وارد مطبوعات شدم. مستقیم به سوالتون جواب میدم، فکر میکنم 17-18 سالم بود که بعد از اینکه دوره دبیرستان رو تمام کردم وارد کارهای اجتماعی شدم. کارم رو با روزنامه اطلاعات شروع کردم که با صفحه زنان روزنامه اطلاعات که یادم اون موقع آقای منصور تاراجی سردبیرش بودن و من با ایشون همکاری کردم، یعنی با معرفی اطلاعات بانوان اطلاعات هیئت تحریریه بودیم. شبا در هیئت تحریریه روزنامه اطلاعات من به عنوان خبرنگار شروع کردم و آقای منصور تاراجی هم سردبیر صفحه زنان بودن. اون موقع هم آقای مسعودی بودن که بعدش آقای فرهاد مسعودی شدن که من هنوز در روزنامه اطلاعات بودم، البته اگه اشتباه نکنم، چون الان چه بودم چه 5 سال همه فکر کردن شما تو کیهان بودین. الان حالا من براتون توضیح خواهم داد. بعد یه مدت من کار مطبوعاتیمو با روزنامه اطلاعات شروع کردم. یه مدتی هم یه دوره روزنامه نگاری دیدم و بعد دیگه اصولاً کار دیگه ای نکردم، فقط کار مطبوعاتی میکردم. در ضمن اینکه کار در اطلاعات کار میکردم، با مجله فردوسی رفتم کار کردم، زمان عباس پهلوان. بله. و خیلی اون موقع دیگه همه جوانان روشنفکر اونجا بودن، در سالهای 47, 48, 49 تا 50 من با روزنامه با مجله فردوسی کار کردم، یعنی با روزنامه اطلاعات بودم که صفحه زنان می نوشتیم، خبرنگار بودم، می رفتم سمینارهای زنان، مصاحبه می کردم با خانم ها، مقاله می نوشتم. البته الان اصلا یادم نیست واقعا چی می نوشتم، اصلا مثلا مواضعه اون موقع مو قبول دارم ندارم، واقعا باید برم. ولی شما تفکر ابتدا تفکر چپه، نمیگم الان ندارین، ولی همچین بله. چپ میانه بودین. خب اون موقع هنوز البته از لحاظ خانوادگی باید اینطوری می بود دیگه، یعنی ما همه خانوادهمون در این هیته بودن. همه اجازه میدین حرفتون رو قطع کنم، منو ببخشین، باید برای بینندگان گفته باشم، البته نیازی نیست، شاید حتی جوان ها به نظر من میدونن. خانم گرگین خب به دلیل ازدواجشون با مرحوم گل سرخی، سرنوشت سیاسیشون، خانواده گرگین، ایرج گرگین که مدیر شبکه 2 رادیو تلویزیون، مدیر من و بسیاری از هم نسلان من، برای همینه که میگم این نام ها و یادهای شما خیلی فصل زیاد داره. منو ببخشید که حرفتون رو قطع کردم. خیر، خیلی کار خوبی کردین، اتفاقا یادآوری کردین، چون فکر میکنم خود به خود نام برادر من به میان میامد، چون ایشون همطور که گفتین و همکار بودیم باشون، چون من باشون همکار نبودم اما شما بودین و اینو بذارید به حساب بدشانسیتون، حالا هر جور شما فکر میکنید. اما به روزنامه نگار خیلی بزرگی بودن، مدیر خیلی درستی بودن در کارهایی که کردن در رادیو تلویزیون ایران و این من فکر می‌کنم شما باید دربارشون بیشتر نظر بدید. خودتون دلتون نخواست با ایشون کار بکنین؟ حالا اجازه بدین ما اون قسمت رو تموم بکنیم تا برسیم به این قسمت.
بل من اونطور که داشتم میگفتم در روزنامه اطلاعات شروع کردم، بعد رفتم کارم رو با روزنامه اطلاعات قطع کردم همون سال 58 که چون با مجله فردوسی کار میکردم. 48 48 ببخشید 58 که اصلا هیچ و 48 و خیلی اگر مجله های فردوسی یا روزنامه های اون موقع ایران از جمله سپیسیا، تهران مصور با همه اینا به عنوان یه روزنامه نگار و خبرنگار آزاد کار میکردم و هیچ با هیچ جا ثابت نبودم، ولی فردوسی که رفتم دیگه اونجا موندم و با اون خیلی با مصاحبه های خیلی زیادی میکردم، مقاله می نوشتیم، باید مجله های اون موقع... بله شعر که همیشه حال خدمتتون میگم از کی شروع کردم به جریان شعر، همینطور بودیم و واقعا دوره‌ای بود که خیلی خوبم میدرخشیدم، خیلی جوان بودم و جامعه به ما اجازه میداد که واقعا بریم جلو، یعنی با همون جوانی و با همون کاری که میکردیم. بعد شعر، یعنی من یه مدتی هم حتی سردبیر دبیر قسمت شعر مجله فردوسی بودم، یعنی همونجا که کار میکردیم همه هر کی یه قسمتی رو اداره میکرد، که اتفاقا با خسرو گلسرخی به همین دلیل آشنا شدم، در به خاطر شعری که اومد داد برای چاپ در شما خونه خانم ایران درودی اولین بار. بله حالا اینم بهتون میگم، روایت های بسیاری هست که خانم ایران درودی در کتابشون دوست گرامی و هنرمند عزیز یک روایت دارن، من خودم یک روایت دیگه ای دارم و دیگران هم جالب اینه که روایت های دیگه ای دارن و این به دلیل تردد من و یا خسرو هر دومون، چون او خسرو در روزنامه کیهان دبیر نقد ادبی و فرهنگی می نوشت و اینا و برای خانم ایران درودی هم یه نقد اومده بود بنویسه که خود ایشون در کتابشون یک توضیحی دادن که من اومده بودم با ایشون مصاحبه کنم، گلسرخی هم از به عنوان یه روزنامه نگار که نقد می نوشت اومده بود نمایشگاه رو ببینه و ایشون خواسته بودن ما رو به هم آشنا کنن، اما من خودم فکر می کنم که من قبلش آشنا بودم. حالا این روایتی به هر حال من داشتم اینو می گفتم که رفتیم روزنامه مجله فردوسی بودم اینا، بعد شعرم می گفتم. اون موقع یک انجمن قلم بود که آقای رهنما فکر میکنم یا رهنما نه مثل که فکر میکنم آقای رهنما بودن، نمیدونم نمیتونم دقیقا اسم ببرم، اداره میکردن خانم بهبانی، من خیلی باشون جای جوانی بودیم که خانم بهبانی همسایه ما بودن، سیم بهبانی بله. بعد با خیلی دوست بودیم و آشنا بودیم، خانوادگی اصلا. بعد من همیشه با ایشون میرفتم جلسات ادبی. به هر حال بعضی وقتا همین انجمن قلمم هم میرفتم و اینا و من تازه شروع کرده بودم همینطور که گفتم در مطبوعات و شعرم میگفتم. یک شب شعر برای من گذاشته شد از طرف همین به اصطلاح انجمن قلم، با وجود که عضو اینا اصلا نبودم، که مثل که خانم بهبانی اینا خلاصه درست کرده بودن. بالاخره ما اولین بار رفتیم رو صحنه جوونی، واقعا مثلا شاید 20 سالم هم نشده بود رفتم اینا، هیچ وقت یادم نمیره خانم بهبانی اینا اون جلو نشسته بودن، فکر میکنم خانم لوبت والان بودن و از اون شاعران اون موقع دیگه، خانم های بسیار هنرمند و نویسنده مطرح اون دوره. من رفتم اونجا رو صحنه، اولین بار بود که شعرم رو میخوندم و خیلی چیز بودم دیگه، همیشه خیلی راحت رو صحنه میرفتم و از اونجا یاد گرفت. وقتی اومدم پایین خانم بهبانی به من گفتن که من اصلا تعجب کردم تو اولین بار اومدی رو صحنه چنان مثلث شروع کردی به شعر خوندن، که من همینطور حیرت کردم، خلاصه خیلی تشویقم کردم. خب طبیعی بود، خانواده گرگین، من حق دارم هر بار میگم خانواده گرگین، نه یعنی میخوام بگم
اینو که دارم میگم میخوام بگم که تشویق خانم سیم خیلی بهبهانی موثر بود. باعث شد که من واقعا بعضی وقتا در یک دوران جوانی یا نوجوانی یه چیزهای آدم رو باعث میشه که آدم روش مکس کنه و تکیه کنه. به هر حال این اولین به اصطلاح تشویق گام اول بود در شعر، چاپ میشد تو مجله فردوسی و اینا. اینکه سوال کردین که من شعر و اون موقع میگفتم، بله اینو براتون تعریف کنم. خود شما نشریه داشتین در ایران نه؟ حالا بعد که دیگه خیلی دیگه بله بعد دیگه همطوری رفتم جلو و کار میکردم اینا تا رسید به ساله تا با خسرو گلسرخی آشنا شدم. ولی هنوز ازدواج نکردم. نه. یک روز در مجله فردوسی بودم، به روایت خودم البته میگم، هر کی یه روایتی داره. دیدم یک روزهای سه شنبه یا دوشنبه بعد از ظهر وقتی نشریه در میمد همه جمع میشدیم که به اصطلاح یه چای با هم بخوریم، بشینیم در برای مجله روزنامه حرف بزنیم. مثلا هنوزم فکر میکنم یه چنین چیزی روایتی باشه که یه چنین کاری بکنن. نشسته بودیم یه روزی دیدم یک جوانی اومد و گفتش که این شعر، یه شعر آورد. چون من اون موقع میگم فکر میکنم دبیری صفحه زنان بودم، ببخشید صفحه شعر رو اداره میکردم در مجله فردوس. اومد و من شعر رو گرفتم و اینها و بعد با کسایی هم که میمدن شعرم میخوندن. بعد بهش گفتیم که خودتون شعرتون رو بخونین، خودش هم خوند و بالاخره من هفته بعد این شعر رو چاپ کردم در مجله فردوس. بله خب، برای اینکه شعر خوبی بود دیگه چاپ شده، اینو که نمیدونم اصلا کدوم شعر شد. بهرحال آشنایی ما اینطوری شروع شد و یکی دو جلسه بعدش که اومد من دعوت کرد به تالار رودکی که سنجری، آقای سنجری رئیس چیز رهبر ارکستر سمفونیک تالار رودکی بود و ما خبر به عنوان روزنامه نگار اینا یه جایگاهی داشتیم در تالار رودکی، اگه یادتون باشه اون مخصوص روزنامه نگارا بود. بله هیچی، رفتیم با هم اونجا و کار رو دیدیم و خلاصه این داستان آشنایی مالیه. خانم گردین، بیان که دخالت در زندگی خصوصی شما باشه، آیا در اون موقع قبل از ازدواج با هم گفتگوی سیاسی هم میکردیم؟ ما به خاطر کارهای فرهنگی همطور که میگفتم با هم نزدیک شدیم، آشنا شدیم. یه پروسه ای داشت این صحبت درباره کارهای سیاسی و این پروسه بعد از فوت جلال آل احمد، یعنی اولین حرکتی که کردیم رفتیم وقتی جلال آل احمد فوت کرد رفتیم به خاک سپاری جلال آل احمد و از همونجا ما یک کمی به مسائل سیاسی جذب شدیم. نه جذب که بودیم به طور روش فکری منظورمه، چون بله نه نه خیلی آرومی. بله جلال آل احمد ما خب میرفتیم دانشگاه که کارشو گوش میدادیم، صحبت هایی که میکرد یا بودیم تو این جریانا. مبصر روشن فکری نبود، یک نوعی مبصر بود. الان هم از این مبصرها زیادن متاسفانه، چه در خارج از کشور چه در ایران. یعنی فقط این نیستش که در رژیم ها اپوزیسیون ها مبصر باشن، بعضی وقت خود اپوزیسیون ها مبصر اپوزیسیون ها. من نمیخوام حرف رو قطع کنم برای اینکه خوشبختانه به من اجازه دادید که چندین برنامه در خدمتون باشیم. اجازه بدید که ادامه برنامه رو در هفته آینده پی بگیریم با گفته های شما.